به پادکست گرد آتش خوش اومدید. این پادکست دریچه‌ای هست به تجربیات آموخته‌های من. تجربیات آموخته‌های هیچ یک از ما وحدت موضوعی نداره. پس چیزایی هم که تو این پادکست ازشون حرف میزنم ممکنه وحدت موضوعی نداشته باشه. اما همیشه از چیزایی صحبت میکنم که شدیداً بهشون علاقه مندم. درود، واقعاً دمتون گرم. خیلی خیلی از استقبالتون شگفت زده شدم. مدت ها بود که توی وبلاگم مینوشتم. یکی خود همین امر نوشتن بسیار کار سختیه و هر کسی که تجربه ای درش داره میدونه که چقدر انتخاب واژه، چیدن جمله های کنار هم، ترتیب موضوعات، اینها سخته. اما صوت به این دلیل که شما لحن رو میتونه کنترل بکنی و آهنگ کلام رو میتونه کنترل کنی، خیلی رابطه آسونتر و اما شیواتری هست. و از همون روز اولی که پادکست رو با شما در میون گذاشتم، هم از طرف دوستان قدیمی و آشنایان سوالات بسیاری مطرح شد و استقبال بسیار زیادی شد و هم با افراد جدیدی آشنا شدم. از آشنایی با تک تکتون خوشحالم و واقعا تحت تأثیر این حس کنجکاوی، پرسشگری و جستجوگری شما قرار گرفتم. عزیزانی بودن که تک تک منابعی رو که آخر پادکست قبلی ذکر کردم دنبال کردن، توی چند روز ویدیوهاشون رو دیدن، مطالب مختلفی رو که در مورد رژیم کتوجنیک بوده چه موافق و چه مخالف خوندن و سوالات زیادی رو که مطرح شده بود واسه شون با من در میون گذاشتن و من خیلی 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 خوشحالم که این استقبال و کنجکاوی رو میبینم و این انگیزه بیشتری به من میده که وقت بیشتر روی پادکست بذارم و همینجور که جلو میرم سعی میکنم که تک تک این سوالا رو مد نظر قرار بدم و پاسخاشون رو ارائه کنم. توی این قسمت مثالای بیشتری رو میزنم از غذاهایی که توی این رژیم میشه خورد و اینکه رژیم کتوژنیک به چه نحوی زندگی ما رو تغییر میده. اما پیش از پرداختن به این موضوعات، به این سوال اساسی پاسخ میدیم که اصلاً چه لزومی داره که ما این رژیم رو دنبال بکنیم. فرض کنید که شما هیچ گونه مشکل اضافه وزنی ندارید. آیا باز هم نیازی هست که رژیم کتوژنیک رو دنبال بکنید؟ رژیم کتوژنیک رژیم لاغری نیست. معمولاً وقتی که از رژیم صحبت به میون میاد، رژیم غذایی البته، این تصور توی ذهن میاد که رژیم یک برنامه کوتاه مدته که طی اون ما سعی میکنیم به هدف خاصی که معمولاً هم کاهش وزن هست برسیم. اما رژیم کتوژنیک یکی از پیامدهای مثبتی که داره کاهش وزنه و میتونم بگم یکی از فرعی ترین پیامداش هست و دلیل اصلی برای اینکه هر یک از ما هوموسیپینس ها یا انسان‌های خردمند باید این رژیم رو دنبال بکنیم، بهبود سلامتیمون هست و اینکه این رژیم نیاکانی ما بوده، رژیم اصلی ما بوده و با بازگشتن به اون بسیاری از مشکلاتمون رو میتونیم حل بکنیم. همینجور که مولوی میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. وقتی که میگم نیاکانی، منظورم پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ نیست. حتی منظورم دو قرن سه قرن پیش نیست. منظور من رژیمی هست که انسان هوشمند پیش از آغاز زندگی متمدن، پیش از یک جانشینی و آغاز کشاورزی در کنار رودهای بزرگ دنبال می‌کرده. پیش از اینکه ما یک جانشین بشیم، به اصطلاح شکارچی گردآورنده بودیم. یعنی اینکه ما به صورت گروهی همراه با هم قبیله‌ای‌های خودمون به شکار می‌رفتیم. وقتی که شکار رو گیر می‌آوردیم با همکاری همدیگه با هم اون رو به اشتراک می‌ذاشتیم و دیگه وعده‌ای مصرف نمی‌شده تا شکار بعدی. حالا این رو مقایسه بکنید با زندگی پس از آغاز تمدن و مخصوصاً توی عصر حاضر. عامل بسیاری از بیماری هایی که امروز باشون دست و پنجه نرم می کنیم فقط و فقط رژیم غذاییمون هست.
و صرف عوض کردن رژیم غذایی همه این مشکلات حل میشن. یه بیماری که خیلی ها غیر قابل درمان میدوننش و فقط با تزریق انسولین سعی میکنن کنترلش بکنن بیماری قند هست، بیماری دیابت نوع 2. اما این بیماری خیلی ساده با اعمال رژیم کتوژنیک قابل درمان هست، برگشت پذیر هست و بیمار زندگی عادی خودش رو دنبال خواهد کرد بدون اضافه کردن هیچ چیز و فقط حذف قند از رژیم غذایی. اسم این بیماری روشه، بیماری قند، و قند هست که این بیماری رو به وجود میاره و با حذف قند ما میتونیم این رو درمانش بکنیم. الان یه مؤسسه هست، مؤسسه ویرتا توی آمریکا تحت نظارت دکتر فینی و دکتر هالبرگ، که این مؤسسه یکی از مهمترین اهدافش این هست که بیماری قند نوع 2 رو درمان بکنه. بیماری دیگه آلزایمر هست. توی تحقیقات پزشکی بارها و بارها به آلزایمر به عنوان دیابت نوع 3 اشاره شده، چرا که سطوح مکررن بالای انسولین در بدن باعث بروز این بیماری میشه. بیماری های قلبی و عروقی، سر و چاقی مفرط باز از نتیجه همین رژیم غذایی رایج امروزی ما هست که اگر اصلاحش بکنیم دیگه باشون مواجه نیستیم. یه سری مشکلات هم هستن که از بس عادی و روزمره هستن ما فکر میکنیم که نتیجه ثابت انسان بودنه. همین که انسان باشیم این مشکلات رو داریم، همین که از 25 سال رفتیم بالاتر با این مشکلات روبرو میشیم. این مشکلات چی هن؟ گرسنگی مداوم، یه وعده غذا میخوریم 2 ساعت بعدش گرسنمون میشه. تغییر مود، اینکه وقتی که گرسنه میشیم دیگه تحمل هیچ کسی و هیچ چیزی رو نداریم. کمی تمرکز، وقتی که بدن سوخت مناسب نداشته باشه خب معلومی که تمرکزی هم نخواهیم داشت. این دیگه مثل بیماری قند یا بیماری قلب و عروقی نیست که تا سنین بالا بخوایم منتظرش باشیم. بسیاری از پزشکان در بسیاری از کودکان اختلالی رو به عنوان اختلال کمبود حواس بیش فعالی تشخیص میدن و راه حلشون واسه چیه؟ این که دارو بهشون بدن. دارویی هم که بهشون میدن اسمش هست ریتالین معمولا، و این دارو طبیعتاً عوارضی رو با خودش به همراه داره. افزایش ضربان قلب، افزایش استرس و تأثیر بر چرخه خواب و بیداری که این خودش دور باطلی هست و مشکلات عدیده دیگه رو با خودش به همراه داره. ما اگر به جای دادن کیک و نوشابه و شکلات و شیرینی به بچه ها غذای درست بدیم این مشکل هم حل میشه. اگر بعد از اینم پایدار موند این مشکل، اون موقع است که شاید یه راه حل دیگه ای لازم باشه. یکی از باورهای من این هست که هر کسی هر مشکلی داره توی هر زمینه ای. میگم که اول این رژیم غذایی رو اصلاح بکنیم، اگر که اون مشکل پایدار موند اون موقع است که باید یه راه حل دیگه ای واسش پیدا بکنیم. نه اینکه همون اول بریم سراغ دارو، نه اینکه بی مقدمه بگیم که این فرد از لحاظ ژنتیکی ریسک ابتلای به این بیماری رو داره و هیچ کارش هم نمیشه کرد. از اینها گذشته یه چیزی که واسه ما یه تجربه روزمره شده و علارغم کوچک بودنش تأثیر بسیار بزرگی رو توی زندگی ما داره، اینه که ما بعد از هر وعده غذایی احساس خواب آلودگی میکنیم. داریم کار میکنیم، خستمون میشه، میریم غذا بخوریم که انرژی بگیریم به کارمون ادامه بدیم، اما غذا خوردن همان و احساس خواب آلودگی همان. و اینقدر این تکرار میشه و همه دوربریامون این مشکل رو دارن که فکر میکنیم که این جزی از زندگی، اما اینجوری نیست. این به خاطر اون نوع غذایی هست که میخوریم. و ما توی عصر حاضر بیشترین فاصله رو گرفتیم از رژیمی که برای انسان بوده. ما حتی اگر رژیم غذایی خودمون رو با پدر بزرگا و مادر بزرگای خودمون مقایسه بکنیم، میبینیم که خیلی عناصر توشون تغییر کرده. کیک و اینها خیلی راحت ما میتونیم از فروشگاه خریداری بکنیم و خیلی واسمون چیز عادی هست و اصلا حس غریبگی بهشون نداریم، ولی اونایی که پدر بزرگ و مادر بزرگ نسبتا پیری داشته باشن میدونن که اصلا کیک و اینا توی برنامه غذایی اونا نبوده. پدر بزرگ خود من اصلا ماکارونی رو به رسمیت نمیشناخت، چون که زمان اونا ماکارونی نبوده. حالا به هر حال رژیم اونها مملو از برنج و نون بوده، اما نسل ما دیگه بیشتر از اونها در معرض غذاهای مملو از قند و کربوهیدرات هست و حتی توصیه های پزشکی
مملو از قند و کربوهیدرات. بسیاری از دکترها و متخصصای تغذیه متاسفانه میگن که از چربی حذر کنید، از گوشت قرمز و روغن حیوانی بترسید، اما تا میتونید غلات و حبوبات بخورید، میوه بخورید، در صورتی که اینها مملو از قند و کربوهیدراتن و سطوح انسولین رو به شدت بالا میبرن. غذاهای کم چرب مد شده، شیر کم چرب، ماست کم چرب، انگار نه انگار که ما قرنها که هیچ، هزارها که هیچ، نزدیک به میلیونها سال با رژیم غذایی پر چربی، پر پروتئین و صفر کربوهیدرات بزرگ شدیم، رشد کردیم، به بلوغ رسیدیم، تونستیم بقا پیدا بکنیم، از خودمون مراقبت بکنیم، بچه بیاریم و از اونها هم مراقبت بکنیم و تا میلیونها سال این سیر ادامه داشته. همینجور که ما فسیل از استخون داریم، از بقایای بدن حیوانات جانداران داریم، یه فسیلای ارزشمندی هم هستن از بقایای مدفوع موجودات. مثلا مدفوعی که توی شرایط مناسبی، مثلا دمای خیلی پایین بوده، همچنان سالم مونده و تا این عصر مونده و ما میتونیم روش مطالعه بکنیم. مطالعاتی که روی مدفوع انسان‌های نخستین انجام شده نشون داده که انسان کاملا گوشتخوار بوده و هیچ گونه گیاهی رو مصرف نمی‌کرده. حالا ما چی کار می‌کنیم؟ ما ایرانی‌ها معمولاً 3 وعده غذا می‌خوریم. برنج و نون هم همیشه جز غذامون هستن. اگر برنج نباشه نون هست، اگر نون نباشه برنج هست. چای می‌خوریم که چای خودش هیچ مشکلی نداره، اما ما چای رو با قند می‌خوریم. توی مهمونیامون همیشه نوشابه هست، شیرینی هست. حالا کسی که خیلی هم رعایت میکنه قند و نوشابه و شیرینی رو نمیخوره، از هر رایی که فکرشو بکنه، از چپ و راست، قند وارد رژیم غذایی ما میشه. قند حبه رو نمیخوریم، شکر رو نمیخوریم، کیک و شیرینی رو نمیخوریم، اما خیلی از چیزایی که میخوریم قند دارن. شیر میخوریم، قند داره، لاکتوز، یعنی قند شیر. اصلا یکی از دلایلی که عمده ما با شیر مشکل داریم و وقتی شیر میخوریم حالمون بد میشه همینه که شیر غذای ما نیست. بعد میان اصطلاحی رو معرفی میکنن به عنوان لاکتوز اینتولرنس، عدم تحمل لاکتوز. بعد میان چی تولید میکنن؟ شیر بدون لاکتوز. شیر بدون لاکتوز، لاکتوزشو میگیرن، لاکتوزشو که میگیرن قندش از بین میره، شیرینش از بین میره. حالا برای جبران چی کار میکنن؟ همون قند حبه رو بهش میزنن. یکی دیگه از کلاهبرداری این شرکت‌های غذایی این هست که یه عنوان دیگه رو هم معرفی می‌کنن به عنوان گلوتن اینتولرنس، عدم تحمل گلوتن. گلوتن توی خمیرهایی که ور میان و پف می‌کنن وجود داره. بعد اینها میان محصولاتی رو تولید می‌کنن، یه بازار دیگه رو درست کردن، بازار غذاهای بدون گلوتن. در صورتی که این باید یه نشونه باشه برای ما که وقتی یه غذای دارای گلوتن رو ما نمیتونیم مصرف بکنیم، باید احتمال بدیم که کل این غذا برای ما مشکل داره، نه این یه جزء که اسمش گلوتن هست. ما ممکنه از قند حبه حذر کنیم، ممکنه از کیک و نوشابه حذر بکنیم، اما چیزایی هم که به عنوان غذای سالم به ما تبلیغ میشن اونها هم قند دارن. سیب، پرتقال، خرما، انگور، کشمش، همه اینها قند دارن و به همون میزان مضر هستن، چون که اثر یکسانی رو روی بدن ما میذارن. این اثر چی هست؟ قند و کربوهیدرات، میوه، سیب زمینی، نون، برنج، اینها از چه مسیری تجزیه میشن و چه تأثیر روی بدن میذارن؟ فرض کنید شما نهار میخورید. فرض میکنیم که نهارتون چی هست؟ پلو خورشت سبزی. پلو کلی خودش کربوهیدرات داره و اون حبوباتی هم که توی خورشت هستن اونها هم کربوهیدرات داره. وقتی که قند و کربوهیدرات وارد بدن میشه، بدن این رو یه حالت شرایط بحرانی میبینه. لوزالمعده انسولین رو میفرسته که شرایط رو سر و سامان میده. انسولین چی کار میکنه؟ انسولین مثل یک کلید در سلول رو باز میکنه که بتونه قند رو به درون خودش راه بده و ازش استفاده بکنه. ولی جالبه که مقدار قندی که کل بدن ما توی یک روز نیاز داره در حد یک قاشق چای خوری هست و ما این برنج و مواد شیرینی که توی روز میخوریم به مراتب بالاتر از اینه و همچنین به این معنا نیست که ما باید روزی حتما یک قاشق چای خوری قند بخوریم. قند رو اصلا مصرف نکنیم، بدن خودش میتونه از پروتئین اون رو تولید بکنه تا یه فرایند به اسم گلیکو نیوجنسیس.
بعد سلول‌ها فقط یه ظرفیت خاصی رو دارن برای مصرف قند ورودی. این ظرفیت که تموم شد، دیگه بدن میاد این قندای مازاد رو تبدیل به ذخیره چربی میکنه که بعداً توی یه روز مبادا ازش استفاده بکنه. و وقتی که ما هر روز مدام قند داریم مصرف میکنیم، هیچ وقت این روز مبادا فرا نمیرسه و اینها به صورت ذخیره چربی رو هم انباشته میشه. حالا که انسولین وظیفه تعدیل قند خون رو به عهده گرفت، یه زمان کوتاهی طول میکشه بدن دچار ضعف میشه. چرا؟ چون که سطح قند خونش اومده پایین. یه غذای دیگه میخوریم. از اونجا که غذاهای پرکربوهیدرات و حبوبات و غلات و اینها توی غذای ما نقش بسیار زیادی دارن، معمولا این غذای بعدی هم همین هست. ممکنه نون و پنیر رو مثلا به عنوان میان بعده بخوریم، ممکنه پنیرش مشکل نداشته باشه، اما نونش سرشار از کربوهیدراته و باز همین اثر رو روی بدن میذاره. سطح قند خون سریع بالا میره، انسولین در جوابش ترشح میشه و بعد دوباره سطح قند خون پایین میاد، بدن دوباره احساس ضعف میکنه. به همین دلیل هست که توی رژیم های غذایی اینجوری که کربوهیدرات بالایی دارن، رژیم غذایی معمول ما ایرانیا، این ضعف مکرر اتفاق میفته و با وجودی که غذا میخوریم، شاید مثلا 2 ساعت 3 ساعت بعد از غذا دوباره احساس گرسنگی میکنیم. حالا این یه بخش از ماجراست. یه بخش دیگرش این هست که سلول های بدن مثل فرد معتادی که به ماده مصرفش عادت میکنه، به سطوح انسولین عادت میکنه. وقتی یه نفر تریاکی باشه، روز اول با یه بست کیفش کوک میشه. ممکن روز دوم سوم هم به همین منوال ادامه پیدا بکنه. روز چهارم باید یه مقدار مصرفش رو افزایشش بده که همون حس روز اول رو داشته باشه. و همینجور هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. قهوه همینطور. این رو خودم هم زیاد تجربه کردم، میدونم که روز اول دوم سوم میخوریم، حس خوبی بهمون دست میده. روز چهارم به جایی که حالا یه شات اسپرسو کافی باشه، مجبوریم که 2 شات مصرف بکنیم. بعد روز بعد اگر که کار خاصی نداشته باشیم و اسپرسویی هم نخوریم، احساس سردرد میکنیم. و همین اتفاق برای هر ماده اعتیادزای دیگه ای صادقه که به اصطلاح میگن یه سطح مقاومت ایجاد میشه، سطح تالرنس ایجاد میشه. همین حالت برای انسولین هم رخ میده. انسولین و سلول های بدن همین رابطه به وجود میاد. اول اگر انسولین یه بار در سلول رو بزنه، سلول درش رو باز میکنه. بعد اگر که هی دوباره انسولین بیاد هی در بزنه، به تدریج سلول های بدن نسبت به انسولین مقاومت پیدا میکنه. یه شرایطی به وجود میاد به اسم انسولین تالرنس، یعنی مقاومت در برابر انسولین. بعد بدن چی کار میکنه؟ مجبور میشه انسولین بیشتری رو ترشح بکنه. اگر بقیه شرایط توی یک روز اتفاق میفتن، اون موردی رو که در مورد گرسنگی مثال زدیم توی یک روز اتفاق میفته، این توی یه دهه هم میتونه ادامه پیدا بکنه. به تدریج مقاومت سلول در برابر انسولین بیشتر و بیشتر میشه. لوزالمعده انسولین بیشتری رو ترشح میکنه که این مقاومت رو جبران بکنه. به یه جایی میرسه که بدن هر چقدر انسولین ترشح بکنه، تمام ظرفیت خودش رو به کار بگیره، سلول درش رو برای مصرف قند باز نمیکنه. اینجا هست که اگر آزمایش بدین، آزمایش نشون میده که قند خونتون از حد مجاز بالاست. قبل از اون بدن با ترشح انسولین میتونه سطح قند خون رو کنترل بکنه و هیچ علائم دیگه ای نشون نمیده، ولی به اینجا که رسید دیگه همه چیز از مرز خارج میشه و دیگه نسبتاً خیلی دیره، مگر اینکه رژیم غذاییمون رو اصلاح بکنیم. ولی دکترها چی کار میکنن؟ راه حل معمول برای به قول خودشون کنترل قند خون اینه که چیکار کنن؟ انسولین به بیمار تزریق بکنن. خب این انسولین بود که این مشکل رو به وجود آورده بود. وقتی که یه نفر تریاکی باشه که بهش تریاکی بیشتر نمیدن. البته باز همین کارو هم میکنن. وقتی کسی تریاکی باشه، به جای اینکه اون ماده مخدر رو ازش دور بکنن، به جاش میان یه چیز قوی تر بهش میدن، متادون بهش میدن مثلا. همونقدر که متادون توی درمان اعتیاد به مورفین جات موثره، انسولین هم در درمان قند خون موثر خواهد بود.
بدن انسولین تولید میکنه، چاره اون قند مازاد رو نمیکنه چون بدن مقاومت انسولینی پیدا کرده، حالا انسولین خارجی میزنن. انسولینی که به بیمار تجویز میشه باز بعد از یه مدت مقاومت ایجاد میکنه، درست مثل یه ماده مخدر. حالا با وجود این میان به بیماری که به خاطر ترشح زیاد انسولین و مداوم انسولین بدنش نسبت به انسولین مقاومت پیدا کرده، باز انسولین میزنن. در صورتی که ما باید چیز رو، اون ماده غذایی رو که باعث تولید انسولین میشه اون رو حذف بکنیم. باید قند و کربوهیدرات رو حذف بکنیم. قند و کربوهیدرات به اصطلاح شاخص گلایسمیک بالایی دارن. شاخص گلایسمیک بالا به این معنی هست که با ورودشون توی بدن ترشح انسولین رو تحریک میکنن و هر چقدر این عدد این شاخص بالاتر باشه، تحریک ترشح انسولین هم بیشتر خواهد بود. برنج، سیب زمینی، قند، اینها همه شاخص گلایسمیک بالایی دارن و با مصرفشون انسولین زیادی توی بدن ترشح میشه. اگر توی اینترنت سرچ بکنید و ترشح انسولین رو واسه مواد غذایی مختلف نمودارش رو پیدا بکنید، خواهید دید که قند بالاترین رو داره، توی یه زمان خیلی کم انسولین زیادی ترشح میشه. پروتئین به طور قابل توجهی شاخص گلایسمیک پایین تری داره و جالبه وقتی که ما چربی مصرف بکنیم این انسولین انگار هیچ تکونی نمیخوره. اگر که به نمودارش نگاه بکنید تا حتی یه دوره زمانی 24 ساعته نزدیک به یک خط صافه. وقتی ما وعدهایی رو که عمدتاً چربی هستن و بعد در درجه بعد پروتئین مصرف بکنیم، لوزالمعده کمترین واکنش رو به اونها نشون میده و انسولین بسیار کمی ترشح میشه. پس اصلا مشکل بیماری قند برای ما در دراز مدت به وجود نمیاد. و همینجور که گفتم مؤسسه‌ای مثل مؤسسه ویرتا توی آمریکا از طریق همین رژیم هست که بیماری قند رو درمان میکنه. به تدریج اگر بیماری که به جایی رسیده که انسولین میزنه و حتی مصرف انسولینش بالا رفته، ذره ذره انسولین رو کم میکنن، قند خون رو اندازه میگیرن هر روز و از همون اول رژیم رو عوض میکنن، ببینن که چه زمان قند خون متعادل میشه و وقتی که متعادل شد باز هی انسولین رو کم میکنن، انسولین رو کم میکنن تا یه جایی که دیگه هیچ انسولین لازم نیست بیمار مصرف بکنه و بعد از یه مدت حتی مقاومت بدن نسبت به انسولین هم جبران میشه. حالا این اتفاقی رو که توی بدن میفته در واکنش به مصرف قند و کربوهیدرات گفتیم. حالا اگر ما غذای پرچرب و پرپروتئین بخوریم که هیچ قندی درش نیست، چجوری تجزیه میشه؟ مختص چربی چجوری تجزیه میشه؟ چربی سوخت پیچیده‌ای هست و همینجوری نمیتونه به مصرف سلول برسه. باید اول شکسته بشه. مثل قند نیست که انسولین بیاد در سلول رو باز بکنه، سلول اون قند رو به صورت درسته بخواد مصرف بکنه. چربی به مراتب پیچیده تره. برای شکسته شدن باید اول وارد کبد بشه و به کمک صفرا تجزیه بشه و از تجزیه اون سوخت به وجود میاد که حتی از قند هم ساده تره. اگر قند مثل بنزین سرب دار هست، کتون مثل بنزین سوپر عمل میکنه، آلودگی نداره، بهتر به کمکش میتونیم فکر بکنیم. مغز نه تنها میتونه به جای گلوکوز که همون قند ساده هست از کتون مصرف بکنه، بلکه حتی کتون رو به گلوکوز ترجیح میده و به خاطر همینه که بیماری سر با رژیم کتوژنیک درمان میشه. علاوه بر این که مغز روی این عمل کرده بهتری داره، یه مانعی هم مثل گرسنگی مکرر جلومون نیست که جلوی فعالیت هامون رو بگیره. به طرز خستگی ناپذیری فعالیت میکنیم در طول روز. و یکی از خاصیت‌های خیلی جالب چربی اینه که سیری پایداری رو داره. اگر شما صبح بیاید کیک و چایی بخورید، بیسکویت و چایی بخورید، همون زمان که این غذا رو میخورید حس خیلی خوبی دارید. شروع میکنید، میرید سر کار یا کارتون رو شروع میکنید، اما مدت کوتاهی بعد از اون دوباره گرسنه‌تون میشه. دوباره ضعف میکنید. حتی اگر صبحونه یه مثال افراطی رو مثل بیسکویت در نظر نمیگیریم، اگر صبحونه بیاید نون بخورید با پنیر و سبزی،
پنیر و سبزی شاید کربوهیدرات خیلی بالایی نداشته باشن، قند خیلی بالایی نداشته باشن، اما نون به اندازه کافی که همه چیز رو به هم بزنه کربوهیدرات داره. باز همین اتفاق رخ میده، شاید یکم دیرتر از چیزی مثل بیسکویت، ولی باز رخ میده. اگر تخم مرغ با نون بخورید، تخم مرغ خودش هیچ مشکلی نداره، ولی نون این مشکل رو ایجاد میکنه. حالا اگر تخم مرغ خالی بخورید چطور میشه؟ فرض کنید که به جای اون غذاهای معمول شما تخم مرغ درست بکنید. وقتی هم که درست شد هنوز داغه، روش کره بذارید یا روغن حیوانی. توی این حالت هیچ گونه کربوهیدراتی توی غذاتون نیست. هر چقدر هم دوست داشتین تخم مرغ بخورید، نه یکی نه دوتا، سه تا چهار تا تخم مرغ بخورید، روش هم کره یا روغن حیوانی دیگه. این که میگن کلسترول بده، کلسترول باعث بیماری قلبی و عروقی میشه، این هم یه دروغه. در بهترین حالت یه اشتباه. یه دروغی هست، یه اشتباهی هست، مثل انسولین زدن به بیماری که بیماری قند داره. به همون اندازه اشتباهست. حالا اگر که ما صبحونه یه غذای سالمی مثل تخم مرغ و کره بخوریم، یه غذایی که طبیعی هست، به جای اینکه 2 ساعت بعد گرسنه‌مون بشه، 4 ساعت بعد، 5 ساعت بعد گرسنه‌مون میشه. وعده بعدی رو یکم دیرتر میخورید. هر وقت گرسنه شدید وعده بعدی رو مصرف میکنید. و وعده بعدی هم باز باید یه غذایی باشه طبیعی. مثلا میتونید استیک بخورید. استیک درست بکنید، بعد روش هم باز کره حیوانی بزنید. مثلا میتونید کله پاچه خیلی راحت بخورید. کله پاچه که میگن مضر و اینها، اگه کله پاچه رو بدون نون بخورید هیچ مشکلی واسهتون پیش نمیاد. میتونید مرغ سرخ شده بخورید. البته دقت کنید در کنار اینکه نباید نونی باهاش مصرف بشه، حواستون باشه از چه سسی استفاده میکنید. سس کچاپ قند زیادی داره و سس مایونز اگر خودتون درست میکنید، جز تخم مرغ و سرکه و شاید لیمو چیز دیگه ای نداره، یه مقدار اندک لیمو چیز دیگه ای نداره، ولی بیرون سس مایونزی که از بیرون میگیرید معمولا قند هم دارن، مثلا 2.4، 2.5. اینجا توی لهستان، توی ایران نمیدونم، شاید بتونید که سس مایونزی پیدا بکنید که قندش صفر باشه. اگر که تونستین پیدا بکنید مصرف بکنید، اگر نه خودتون اگر میتونید درستش بکنید، که درست کردنش هم سخت نیست. وقتی که این غذاها رو مصرف بکنید سیرتون پایدارتر میشه. ممکنه تصور این باشه که خوردن مرغ از خوردن نون و تخم مرغ، نون و مرغ گرونتر به نظر بیاد، اما در واقع چنین نیست. اگر شما غذایی که توجنیک مصرف بکنید غذایی که قند نداشته باشه، سیریتون پایدار میشه و به جای اینکه روزی 3 وعده غذا بخورید، خیلی راحت 2 بار احساس گرسنگی نمی کنید بیشتر، و حتی 1 بار بیشتر احساس گرسنگی نمی کنید. من خیلی از روزها 1 ساعت غذا درست کردم و غذایی که میخورم طول میکشه، مثلا 2 نوع غذا میخورم توی 1 ساعت، و تو روز بعدش هول و هوش همون ساعت اصلا احساس گرسنگی نمی کنم. پس بدون هیچ فشار به خودتون غذای کمتری میخورید، تعداد وعداتون کمتر میشه، خرجتون کمتر میشه. این رو بدون اعمال هیچ فشار به خودتون میتونید انجام بدید. هیچ فشار به خودتون نیارید. هر بار که گرسنه شدید غذا بخورید، اما غذای درست رو بخورید. و نکته مهمتر در رژیم کتوژنیک آن چیزی هست که نباید مصرف بشه. اگر نون، برنج و قند رو حذف بکنید، رعایت این نکته مهمتر از اینه که گوشت، تخم مرغ و چربی رو مصرف بکنید. سیری پایدار وابسته به حذف قند تا افزایش چربی، و اگر این رعایت بکنید به اصطلاح میتونید روزداری متناوب داشته باشید. توی انگلیسی بهش میگن intermittent fasting، که ترجمهش میشه روزداری متناوب، ولی خب چون که شبیه به روزداری هست که ما بیشتر باش آشنا هستیم، همون واژه روزداری رو بهش اکتفا میکنیم. اینجوری هست که روزی 1 وعده تا 2 وعده در روز غذا میخوریم و حدود 17 ساعت هیچ غذایی که انسولین ترشح بکنه مصرف نمی کنیم. و
ولی مثلا چیزی مثل چای، آب، قهوه، همه اینها رو در صورت که بدون قند و بدون هیچ چیز اضافی باشه ما میتونیم مصرف بکنیم. وقتی که ما 17 ساعت دست کم غذایی نخوریم، یه اتفاقی میفته توی سلول به اسم اتافجی. اتافجی حذف مواد زائد و غیر ضروری داخل سلول هست. یعنی سلول این وقت رو پیدا میکنه وقتی که هی مزاحم نداشته باشه، هی غذا سراغش نیاد، وقتش رو داره که به فعالیت اساسی خودش بپردازه. بعد از حدود 17 ساعت مصرف نکردن غذا باید مواد زائد رو حذف بکنه و تنها راه ثابت شده افزایش طول عمر همینه که ما بدن رو به اتافجی برسونیم، با مصرف نکردن غذا کاری بکنیم که بدن فرصت این رو پیدا بکنه که مواد زائد رو دفع بکنه و از شرشون خلاص بشه. و بعد دوباره وعده بعدی که رسید، دوباره غذای درست حساب میخوریم. اگر خورش درست میکنیم، برنج در کنارش نخوریم، باهاش نون نخوریم، فقط گوشت باشه، گوجه فرنگی اوکیه، ادویه‌جات همه اوکی هستن، میتونید زردچوبه و نمک و فلفل و اینها رو هر چقدر میخواید استفاده بکنید، واسه ماندگار شدن سیریتونم بهشون به خورشتتون کره یا روغن حیوانی اضافه بکنید. بعد ببینید که وعده بعدی کی گرسنه‌تون میشه. توی روزای اول که میخواید این رژیم رو امتحان بکنید، ممکنه ماندگاری سیریتون آنقدرها نباشه. به اصطلاح یه مرحله سازگاری با کتو هست، کتو ادپتیشن، که این ممکنه زمان میبره، ولی به هر حال اگر که توجه بکنید از همون روز اول، از همون روز اول هم تغییرات متوجه میشین. میبینید که ماندگاری سیریتون 2 ساعت 3 ساعت افزایش پیدا کرد. تعداد وعده‌هاتون ممکنه همون روز دوم، روز اول حتی کاهش پیدا بکنه. شرطش اینه که توجه بکنیم به حس خودمون، حس گرسنگی، حس پایه گرسنگیمون. هر وقتی گرسنه شدیم غذا بخوریم. نمیخواد کالری بشماریم نه چیزی. و وقتی که غذا میخوریم این غذاهای درست رو بخوریم. از غذاهای دیگه‌ای که میشه استفاده کرد، انواع پنیر بدون قند هست. مثلا پنیر موتزارلا، همون پنیر پیتزا، چدار، گودا. اینا پنیرهایی هستن که توی تولیدشون باکتری همه قند موجود در شیر رو مصرف میکنه و دیگه قندی توی این پنیرها نیست. اینها رو میتونید مصرف بکنید. در کنارشون یه سری از دانه های کم کربوهیدرات مثل گردو میتونید استفاده بکنید برای طعم دادن. از لبنیات کره، خب چربی خالصه، اونو میتونید استفاده بکنید. شیر رو اصلا استفاده نکنید، چون که همینجور که اول این پادکست هم گفتم قند داره، اسم قندش هم هست لاکتوز. ماست کفیر رو میتونید استفاده بکنید، البته به شرطی که خودتون اون رو درست بکنید. باز اونایی که بیرون هست قند داره و اون مواد نگهدارنده‌ای که بهش میزنن برای اینکه بتونن در سطح کشور پخشش بکنن و توی اون مدت خراب نشن، اون همه باکتری مفیدی که داخلش هست از بین میره. پس اگر خودتون ماست کفیر درست میکنید، عمده قند شیر اولیه توسط باکتری مصرف میشه و محصول حاصل یه محصول کم قند هست، اونو میتونید استفاده بکنید. پیشنهاد من این هست که در روز یه غذای اصلی داشته باشید و روی اون بیشتر وقت بذارید و اون رو بیشتر در موردش فکر بکنید و همیشه تخم مرغ زاپاس داشته باشید، کره زاپاس داشته باشید و اگر که توی طول روز گرسنه نشدید برید سراغ اون زاپاسه، که خیلی ساده. شما مثلا ظهر میاد کتلت درست میکنید، اما کتلتتون فقط از گوشت چرخ شده، پیاز، تخم مرغ و ادویه‌جات باشه و هیچ سیب زمینی بهش اضافه نکنید و توی طول روز اگر گرسنه‌تون شد، هر وقت احساس کردید که داره گرسنه‌تون میشه، برید چند تا تخم مرغ بخورید. هر چقدر هم دوست داشتین تخم مرغ بخورید. من توی وعدام 3 تا یا 4 تا تخم مرغ راحتی مصرف میکنم. 3 سالم هست همین روند ادامه داره. از همیشه هم احساس سلامتی بیشتری میکنم. میتونید همبرگر دستساز درست بکنید. همبرگر رو از بیرون نگیرید، چون که ممکنه باز توی تولیدش نون یا سویا بزنن که اون باز خوب نیست. پس شما فقط با گوشت چرخ شده و نمک همبرگر درست بکنید، به شکل دایره‌ای درش بیارید و اون رو مصرف بکنید.
همین اون سبزیجات رایج رو میتونه باش استفاده بکنید که توی ساندویچ یا میزنن یا توی ساندویچ توی همبرگر معمول استفاده میکنید. فقط اون نونش رو حذف بکنید. به جای نونش میتونید از کاهو یا کلم استفاده بکنید. و برای پخت اکثر غذاها یا از روغن خودشون استفاده بکنید. مثلا اگر همبرگر باشه خیلی راحت با روغن خودش میپزه، نیاز به روغن زیادی نیست. اگر روغن بزنید کل ظرف پر از روغن میشه. ولی برای چیزی مثل تخم مرغ و اینها میخواید روغن استفاده کنید، روغن زیتون خوبه، روغن نارگیل خوبه، چون که اینا روغن های طبیعی هستن. توی تولیدشون فقط از طریق فشرده سازی، یه عمل ساده فشرده سازی استفاده میشه. ولی بقیه روغن هایی که به عنوان روغن سالم هم تبلیغ میشن، اینها طی یه سری فرایندهای صنعتی بسیار پیچیده تولید میشن و اصلا طبیعی نیستن. از اونا باید حذر بکنیم. پس روغن زیتون و روغن نارگیل خوبه به اضافه کره و روغن حیوانی. توی استان فارس بهش میگن روغن خوبو. نمیدونم بقیه جاهای ایران هم همین اسمو براش به کار میبرن یا نه. و از یکی دیگه از غذاهایی که به عنوان غذای سالم تبلیغ میشه اما کاملا ناسالمه باید حذر کنیم، و اون چی هست؟ کره مارگارین. کره مارگارین هم باز برعکس کره که از طی فرایندهای طبیعی به وجود میاد، کره مارگارین انقدر غیر طبیعی هست تولیدش که تا دههای اخیر تولیدش غیر ممکن بوده و از طریق فرایندهای کاملا صنعتی به وجود میاد. پس از اون هم باید حذر بکنید. توی رژیم کتوژنیک میتونید شبیه غذاهایی هم که کربوهیدرات بالایی دارن تولید بکنید اما بدون کربوهیدرات. مثلا میتونید پاستا درست بکنید، اما به جای اینکه از پاستاهای معمول استفاده بکنید، باید یه چیزی داشته باشید که بتونید کدو رو باهاش به صورت رشته مانند در بیارید و با اون میتونید پاستا درست بکنید. خودم این کار کردم و خیلی هم خوشمزه میشه. حتی میتونید پیتزا درست بکنید و پیتزای کم کربوهیدرات درست بکنید بدون اینکه هیچ گونه آردی توش استفاده بشه. برای تولید خمیر اون میتونید از پنیر چدار و موتزارلا و همچنین از گل کلم رنده شده استفاده بکنید که حالت یه جوری نقش آرد رو ایفا میکنه. و به جای برنج هم باز میتونید از همین گل کلم رنده شده استفاده بکنید، چون که رنگش هم شبیه اونه. پس حتی میشه این کارهای هنری رو هم کرد و این غذاهایی رو که عمدتا کربوهیدراتی هستن میتونید طی این خلاقیت ها بدون کربوهیدراتشون بکنید. و توی انگلیسی که دستور پختشون زیاده، توی فارسی یه مقداری رو سعی کردم روی وبلاگم بنویسم و خب شاید سایت های دیگه ای هم باشن که دستور غذایی کتو داشته باشن که اگر که بهشون برخوردم توی زبان فارسی حتما حتما باهاتون در میون میذارم و خودم هم سعی میکنم که دستور مفصل هر کدوم از اینها رو واسهتون بهتون معرفی بکنم. پس تا میتونید گوشت و چربی بخورید و به جای نون میتونید از کاهو و سبزیجاتی مثل کلم استفاده بکنید و جایگزین چیزی مثل آرد و برنج هم میتونید گل کلم استفاده بکنید و همینجوری خیلی از غذاها رو میتونید دوباره، خیلی از اون غذاهایی که قبلا مصرف میکردید میتونید مشابهش رو درست بکنید، اما این بار سالم و بدون کربوهیدرات. از میوه ها هیچ میوه ای رو مصرف نکنید مگر اینکه فصل توت فرنگی باشه، به تمشک دسترسی داشته باشین. تمشک و توت فرنگی به سبب فیبر بالایی که دارن باعث میشن که قندشون دیر آزاد بشه و باز اختلال آنچنان ایجاد نمیکنن، ولی خود من خیلی از این میوه ها مصرف نمیکنم و اگر مصرف بکنم واقعا در حد یکی دو دونه، اون هم وقتی که توی فصلشون باشه. چون اینجا توی لهستان توت فرنگی یکی از میوه هایی هست که به صورت بومی رشد میکنه و از جای دیگه ای وارد نمیشه، قیمت خیلی مناسبی داره. اون رو مثلا در حد تعداد اندک میتونید مصرف بکنید، از یه پیمان هم کمتر، بیشتر از اون نه. و آووکادو رو میتونید مصرف بکنید و چربی خیلی بالایی داره و این خیلی خوبه. و اینها به طور کلی غذاهایی هستن که میتونید رژیم کتو رو با شروع بکنید. و باز هم میگم
تکیه کنید بر احساس گرسنگیتون. هر وقت گرسنه شدید غذا بخورید، در حد سیری هم غذا بخورید. و میتونید خیلی ساده تعداد وعده غذاییتون رو از 3 تا 5 بار یا هر تعداد که هست به 1 تا 2 بار برسونید، راحت به همه فعالیتتون برسید. ورزش هم میتونید راحت با این رژیم بکنید، هیچ اختلالی ایجاد نمیکنه و بهتر هم ورزش میکنید. چون که به یاد داشته باشین که ما آغازمون شکارچی گردآورنده بوده، پیشینیان ما زمان زیادی رو صرف دنبال حیوان دویدن و شکارش میکردن و اگر اونها میخواستن برای اینها کم بیارن ما اینجا نبودیم. پس اونها با همین رژیمی که با همین غذاهای طبیعی تونستن رشد و نمو بکنن، از خودشون محافظت بکنن، ما هم اگر همین رژیم رعایت بکنیم میتونیم نه تنها رشد و نمو بکنیم و ما نه تنها میتونیم زنده بمونیم، بلکه میتونیم فعالیت های زیادی هم بکنیم و فعالیت هامون بهتر هم میشه. توی منابع مختلف میگن موقع شروع رژیم این رژیم غذایی یه اتفاقی میفته به اسم کیتو فلو یا آنفلانزای کتویی. من خودم باهاش بر نخوردم، یکی از همخونه هم بهش بر خورد. همه افراد باهاش مواجه نمیشن، اما یه راه حل خیلی ساده داره. انقدر این راه حل ساده است که اصلا این شرایط لایق این که یه اسمم داشته باشه نیست. راه حلش چیه؟ این که یه مقدار نمک مصرف بکنید. این نشونی اگر که احساس کردید سطح انرژیتون پایینه، انرژی کمی دارید توی روزای اول، هنوز بدن به حالت اولی خودش باز نگشته و همچنان انتظار قند داره به خاطر اینکه ما سالها اون رو بد عادت کردیم، ممکنه یه ضعفی رو احساس بکنه. هر چقدر سن بالاتر باشه ممکنه این احتمال این اتفاق بیشتر باشه. توی من زمانی که شروعش کردم 27 سالم بود، این تجربه رو نداشتم، ولی اگر که توی کسایی که این تجربه رو داشتن دیدم که با مصرف کمی نمک این مشکل به راحتی حل میشه. این اگر که احساس کمبود انرژی کردید نشونه اینه که نمک کمی داره بهتون میرسه. این توصیه های کلی بود، این توصیه های پایه‌ای بود. امیدوارم که برای شروع این رژیم سوال آنچنان نداشته باشید. توی پادکست های بعدی هم به دستور پخت غذاهای مختلف کتویی میپردازیم و همچنین به مسائل مختلفی که در مورد این رژیم مطرح میشه، مخصوصا نقد هایی که بر این رژیم وارد میکنه. پیروز و کامیاب باشید.